بعد از آرام همتون بخیر امروز سه شنبه 16 همه دی ماه 1399 اینجا رادیو مسقال حب. بورس همون قدری که دیروز رفته بود بالا امروز یه مقدارم گذاشت روش برگشت پایین حدود 24 هزار واحد... واحد کاهش داشتیم به 1.350 هزار تا رسید و شاخص بورس به دلارمون 52 شد دو واحد کاهش داشت یه مقدار دعواشونه با هم دیگه و خب البته شاید هم دعوای زرگریه ولی خب سهامدارا بند خدا شرط واقعا بدی دارند و بریم سراغ اخبارش هم نگاه بکنیم ازتونم هم اصخای میکنم دیروز یه دفعه یادم رفت بخونم آمارشو حالا به بزرگواری خودتون ببخشید امروز 3825 میلیارد صف خرید بوده 891 میلیارد صف فروش بوده یعنی ببینید صف خرید چندین برابر صف فروش بوده 3 چهار برابر چهار برابر دیگه سه برابر خیلی بیشتر ولی خب با این حال ما چنین کاهشی داشتیم و از خبره خودشون صفای فروش و رنج منفی بانکی ها پس از بازگشایی مثبت دیروز اگه یادتون باشه بانکی ها شاخص منفی میکردن یه چند وقت گذاشتنشون از گردونه بیرون یه مقدار بازار آروم شد دیروز بازشون کردن یه مقدار دمیدن توشون بعد خب حالا یه مقدار مثبت شدن امروز قشنگ ارز میکنم جریان برعکس شد و مثلا میگم دیروز 19 هزار رفت بالا امروز به اضافه اون 19 هزار هم گذاشت روش اومد پایین و اما سهام ادالت هم 26 درصد متاسفانه کاهش پیدا کرد امروز حدود 550 میلیارد هم از بازار خارج شد و همونطوری هم که خدمتتون عرض کردم بیشترین خروجی پول از بانکا بوده یعنی یه چیزی حدود نصفش از بانکا بوده 260 هزار تا حدوداً 260 میلیارد البته 25 پنج... تا خروجی بوده از 1550 تا 260 اش مال بانکا بوده اوضای بانکاشون خرابه خب بازار هم همچنان به روند صعودی خودش ادامه داد البته آروم و البته هنوز تو رنج خودمونیم رنجمون هم که قبلا گفتم بهتون خودتونم میدونید ما قبلا چند صد تومن بالای 26 چند صد تومن پایین 26 بالا پایین میرفتیم بعد یه مدتی اومد بیشتر زیر 26 موند و خب دیگه نرفت بالا یکی دو هفته ولی خب امروز اومدیم یه مقداری حالا هنوز میگم حتی اگر بره تا 26 و 500 نشه هنوز تو رنج خودمون میبینیمش بانک امروز حدود 130 تومن گذاشت روش همون اول وقت 80 تومن گذاشت روش هم دوباره کرد فکر کنم 900 تومن اگه اشتباه نکنم بانک 25 و 770 رو با 25 و شروع کرد و 25 و هم بست ما دیروز دلارمون رو 25900 بسته بودیم امروز 25950 باز کردیم و بعد تا 26.50 مسقال بالا رفت 26 و, و صد دیگه ماکسیموم صرافی میتونستید بگیرید 25.900 هم ازتون میخوایدن دقیقا بازاری بود عین دیروز دیروز دیدید که باز شد بالا باز شد یه مقدارم رفت بالا امروز هم بالا باز شد دوباره یه مقدار رفت بالا حواله 26350 دیروز آخر وقت 26750 زده میشد حواله اتشش از بقیه بیشتر بود حالا 400 تومن یعنی حواله رفروش بانک 130 تومن رفروش بازار هم 150 تومن رفروش ولی حواله خیلی یه دفعه رفروش خب احتمالا زده می شده که این شرایط پیش اومده و اون موقع هم که میبینید قیمت میاد پایین اصولا مثلا پنجشنبه جمعه شنبه یه شنبه است که رو به پایین داریم و زمانی که حواله میاد ما به سمت بالا میریم و خب سال جدیدم هست احتمالا اردرای جدید نمیدونم حالا چی میکنند امیدوارم بابت همینا باشه و دوباره تو همین رنج بتونیم بمونیم و اما اونست اونس دورور 1940 بود دیشب همچنان دورور 1940 موند با گرایش به سمت بالا 1950 هم ازش دیدیم نه که حالا یه شادو بزنه چندین بار اومد 1950 خب اگر امشب من بالای 1950 ببنده میتونیم بگیم از رنج قبلی خارج شدیم ولی خب میتونیم بگیم امید داریم دوباره بگیم 1940 چسب عجیبیه یا 1930 خیلی وقته که اسیرشیم یعنی تا 1980 اگر رفت خیلی نگید اتفاق خاصی افتاد انگار همین جایی که الان هست مگر اینکه دوباره بیاد و بره زیر 1930 تا اون وقت دوباره برگرده تو رنج خودش و حالا اون موقع اگر حتی 1800 هم ازش دیدیم باز تعجب نمی کنی. ولی فعلا حالا دوباره شب رو باید ببینیم باید ببینیم که امشب میتونه بالا 1950 ببنده خودشو یا یا خیر فردا هم روش صحبت خواهیم کرد و اما آب شده ای که دیشب 5160 بستیم امروز 5160 باز کردیم اون سه نسبت به دیروز مثلا دیروز 2 دو دلار هز از پایین تر بود امروز یه 2 دو دلار بالاتر بود ولی همون حدود باز شد ولی دیری نگذشت که خودشو رسون به 5200 و, و امروز حتی 5250 هم ازاب شده دیدیم آخره وقتی یه ذره شورت کرد 5230 5220 هم بعد از اون میخریدند. و اما دیروز 25 و 450 بود دلار طلا الان شد 25 و 675 یعنی بیش از 200 تومن رفت روش و این اتشش رو نشون میده برای بالا رفتن دیروز هم همین اتفاق افتاد درسته اون داره میره بالا ولی اکثر مواقع اگر خاطرتون باشه یه مقدار بازار دیلی داره چه تو بالا رفتن چه تو پایین اومدن پایین که میره بازار یه مقداری آرومتر حرکت میکنه و عقب میخواد حتما اونجا تثبیت بده یا بدون حالا یه چند ساعتی یا حتی یه روز اونجا مونده بعد حرکت میکنه چه پایین چه بالا ولی از دیروز که ما اونسون به سمت بالا رفت میدونیم که تازه آب شدمون عجله داره آب شدمون سریعتر از دلارمون داره حرکت میکنه و سریعتر از اونسمون دیروز یه مقداری سریعتر بود امروز هم همینطور دیگه دلارش مشخصه دیگه پس آب شدامون گرون شد نه فقط به خاطر قیمت اونس نه فقط به خاطر قیمت دلار خودش هم گرون شد چون بیشتر از قیمت دلار افزایشش نه حالا خیلی زیاد ولی خب با شرطی که الان داریم الان نوسانات خیلی زیاد نیست پس واسمون همین 50 تومن 100 تومن هم زیاده چون میدونید تا این روزها ما 50 تومن 100 تومن بیشتر نوسان نداشتیم حالا البته یه مقدار چون دوشنبه سه شنبه بوده دیگه 150 تومن هم ازش قبول میکنیم امیدوارم که بیشتر نشه حالا فردا چون چهارشنبه است امیدوارم فردا دیگه از عصر به بعد بورسشون هم تعطیله بعدم دیگه حواله تا ساعت 3 و 4 زده میشه دیگه تموم میشه دیگه همون ماکسیموم کسی که میخواد قیمت حواله بگیره دوازه و یک و نهایتا دو دیگه شما سه قیمت حواله بگیرید بخواد حواله بزنید اصلا نمیزنن اگر سنگین باشه میگه فردا بیا و خب بعدم دیگه میریم تو پنج شنب جمعه، شنبه جمعه و شنبه یه شنبه پس من امیدوارم که برگردیم دوباره 25 حالا البته به امید من این بازار حرکت نمیکنه و اما سکه که 12 بود دوباره 12 باز شد و امروز تا 12350 هم بالا رفت ولی آخر وقت حالا یه ذره شل کرد 12300 این که میگم 12300 مسقال زده 12300 حالا شما ممکنه بهتون 12400 بفروشن بس به شهرستان داره اینجا من بهتون میگم مسقال کف صرافیو میزنه و خب مسلما تو شهرستان یا حتی تو تهران تو نقاطی که دورترن از بازار و جمهوری و اینا مسلما باید قیمت بیشتری بپردازن حالا نه خیلی 50 تومن 100 تومن دوازه هم حدودا باید دیگه ازتون برداره حالا انصاف باشه یه 5 تو صد تومن پایین و اما 6 و ۳ و پ نیم 4ار دو و پ و سی یورو هفته پیش در چنین روزی ما مطمئم درست حددرم خب. اه... روزی نزولی رو تجربه کردیم نه خیلی زیاد 70 تومن ولی تو کانال 25 بودیم البته رنجمون همونه ها درست الان کانال 26 اون موقع کانال 25 بودیم رنج همینه رنج یه چیزی بین 25 و 500 تا 26 و 500 حالا میخوام بگم 100 تومن هم از این ور از اون ور 200 تومن هم از این ور از اون رفت ما سردگرمیمون نمیکنه. یعنی خیلی طبیعی میتونه بیاد 25 و 400 قبلا هم مده. تو یا این چند هفته یا میتونه بره بشه 26 و 500 یا حتی 600 به عنوان یه شادو آقا 700شم قبول داریم ولی خب اگه رفت نزدیک شد به 20 یا 27 آدم نگران میشه که از رنج خارج شده ولی میگم با این که حالا هفته پیش ما 25 بودیم الان 26 بودیم رنج همونه پس خطری نداره و ماه قبل اما 25 و 800 بودیم و سال قبل بسیار نزدیک به 14 فقط 60 مون با 14 فاصله داشتیم و اما میانگینمون میانگینمون هم 21 میانگینه سالانمون 21 هست ماهانمون 25 و حدود 750 تا 800 هفتگیمون هم 25 و حدود 750 ببینید کاملا همه چیز سعودی هفته پیش ما چنین حرکتی نداشتیم هفته قبلش داشتیم ها هفته قبلش دوباره ما دوشنبه و سه شنبه رفتیم بالا ولی خب هفته پیش دوشنبه رفتیم بالا بعد دیگه آروم موند دیگه بالا نرفت همون حدود نوسان کرد ولی این هفته این هفته های حالا طبیعی در اصل حرکت داره انجام میده و دیگه منتظر میمونیم تا فردا بعد از ظهر ببینیم چه اتفاق میفته نهایتا پنج بیشتر انتظار نداریم یعنی پنجشنبه انتظار نداریم که دیگه ازش چنین حرکاتی ببینیم حالا ولی دوباره میگم بازار به انتظارات ما حرکت نمیکنه بعد ببینیم انتظارات آقای همتی از بازار چیه امروز هم میگم 100 تومن بیشتر نوسان نداشتیم ولی همچنان نوسانات سالیانمون شش هزار تومن هست خب بریم سکدات ببینیم حبابامون در چه وضعیه یه ریفرش بکنم اول 1944 یه مقدار اون فاصله گرفت از 1950 خب مسخال پرملینو 230 هزار تومنی 60 هزار منفی حباب داره یه مقدار حبابش کم شده میبینید خدمتونم ارز کردم دیروز یه پله کم کرد امروز هم یه پله یه مقداری طلا توی ایران جلوتر از اونس و دلاری که هر دو دارن به سمت بالا میرن حرکت میکنه و البته سبب شده حباب منفیش کم شه هنوز هم حباب منفی داره هنوز هم حدود 61,480 تومن حباب منفی و اما سکه 12 ملن 300 هزار تومنی تو بازار ایران حدود 500 تومنش اضافه بر تلا دارید پول میدید ولی خب اگر مالیات حساب بکنی 500 تو 550 تو هم کم دارید میدید نسبت به مالیاتش و خب یه ذره هم اگر بریم بازار بین یه ذره شرایط از اینجا بهتر میشه چون یه مقدار حباب داریم 350 تومن داریم اضافه میدیم نسبت به طلا تو بازار و جهانی و خب اگه مالیات حساب بکنیم 700 تومن کم داریم میدیم یه مقداری شرایط سکه بهتر شده و رب سکه 4250 تومانی 995500 تومان حباب داره تحلیل اخبار رو شب در خدمتتون هستم توی کانال پیج مسقال آندرلاین کام و توی ایار 24 هم وایسش واسهتون قرار خواهم داد